عرض سلام دیگر خدمت شما بینندگان خوب و عزیزمون، برنامه دایره ای زندگی رو به اتفاق خانم دکتر سیما تقدیم شما عزیزان میکنیم. سلام دارم خدمت شما خانم سیما. سلام به شما ژاکلین خانم، سلام به مدیر برنامه و مریم خانم و مدیر تلویزیون خانم شهرنژاد عزیز، همچنین بیننده های مهربون و خوب. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه انشالله. خب شما چطور؟ شما همه چی خوب هست؟ خبرها خوب هست؟ همه چی خوب، خدا رو شکر، همه چیز خوبه. بله خیلی دیگه. هم خوب. خب سوژه انتخابی برنامه امروزمون چی هستش؟ سوژه انتخابی، والا معمولا میدونید که ما وقتی که اینجا در تلویزیون برنامه داریم، نسبت به مشکلات اجتماعی مردم که روزمره میبینیم صحبت میکنیم اینجا. درسته. در اینجا خواستم یک این دفعه رو بگم برای سوژه دخالت‌های خانواده‌ها توی زندگی‌های زن و شوهرها که دارن زندگی می‌کنن، دخالت اطرافیان. گفتم چون که هفته پیش همچین کلاینتی رو داشتم و اینکه خیلی می‌بینیم توی خانواده‌ها هستن که کسانی دخالت می‌کنن، حتی اگه زن و شوهر هم با هم خوب باشن، دخالت خانواده‌ها باعث اختلاف اونها میشه. دقیقاً همینطور هستش و ما شاهد به هم خوردن بسیار ازدواج‌ها هستیم. بله. حالا چه خانواده‌ها و چه دوستان اطراف باعث دخالت‌هاشون. دقیقاً اینجا یه رسمی هستش که اصلا توی فرهنگ ایرانی که اگر زن و شوهری چه اختلاف داشته باشن چه اختلاف هم نداشته باشن، خانواده ها دوست دارن یه جوری دخالت بکنن. بعضی ها دوست دارن دوستی خاله خرسی میکنن، فکر میکنن که کمک میخوان، کمک راهنمایی بکنن که اشتباهه. بعضی ها هم حتی چشم دیدن اون زن و شوهر رو ندارن، با سوسه میدونن، یه چیزی یاد همدیگه میدن، اونم اختلاف پیش میاد. و خیلی از خانواده ها که به هم نزدیک هستن فکر میکنن که اون پسرشون، دخترشون یا برادرشون یا خواهرشون از اونقدر بخوان ازش پروتکت بکنن و چیز یادش میدن. بله. که این کارو بکن، اون کارو بکن، اینو بگو، اینو نگو. و به اصطلاح ما ایرانی ها میگیم پرش میکنن این. بله. و حرف بهش میزنن، پرش میکنن، بعد رابطه رو بعد میفرسنش میرن خونه. بعد اونجاست که اختلاف بین زن و شوهری که با هم سالهاست زندگی کردن و میتونن خودشون مشکلشون رو همیشه حل بکنن، اینها باعث میشن که اختلاف بیشتر بشه. بله. به جایی میرسه که حتی به جدایی میرسن. چون که اگر مخصوصا اگر یک طرفی که حتما حرف شنوی داشته باشه از اون خانوادش، بله، از خواهرش، از برادرش که بهش حرف میزنن، صحبت میکنن و حرفشو قبول میکنه. درسته. بدون بیشتر اونا رو قبول داره تا خانواده خودش. اینجاست که اختلاف خودش، تا به عقل خودش، تا به خانواده خودش، تا منطق خودش. درسته. و اینکه صلاح زندگی خودش رو ببینه که چطوری هست، بدون اینکه بدون عواقبی خواهد داشت. حرف گوش دادن به اینها و دخالت‌های خانواده باعث میشه که متاسفانه خانواده ها از هم بپاشه یا اختلاف زن و شوهر بالا بگیره. درسته. بله. خب شما چه پیشنهادی میکنید وقتی این جور اشخاص مشکلاتی دارن و خب خودشون به تنهایی نمیتونن به نتیجه برسن و نمیتونن بفهمن کار و راه درست چی هستش، باید چه بکنن جور اشخاص؟ معمولا ببینید زن و شوهرهایی که خب چندین سال با هم زندگی کردن، رفتار و اخلاق همدیگر رو دیگه آشنا هستن. چطور هستن؟ توی این چند سال هم بالاخره بالا پایینی که داشتن مسئله حل شده، گذشته. درسته. و اگر هم به جای نقطه بالا رسیده، باید با همدیگه همکاری بکنن که حلش بکنن. اگر هم که نمیتونن حلش بکنن، میتونن کمک بگیرن از تراپی. ولی اینجا من میخوام اینو بگم که هیچ اطرافیان به هیچ عنوان حق دخالت توی کار زن و شوهر رو ندارن، به هیچ عنوان.
درسته. حق این که بخوان به برادرشون رو پر کنن، بخوان خواهرشون رو پر بکنن، یا اینکه بخوان چیزی یادش بدن، درسته. و ماجرای زندگی رو فکر میکنن بهترش میکنن، زیر کنترل میگیرن اون طرف رو، خانواده رو زیر کنترل میگیره، به جان که بخواد خوب بشه بدتر میشه. من شاهد بودم، خیلی خوب داشتم کلاینت و شاهد خیلی از ماجراها بودم که بهشون یاد میدادم، خواهره به برادری یاد میداد حتی، بله، که بله، چی بگو چی نگو، بزنه زیاد خرجش نکن، بگو ندارم و اینها رو پرش میکرد و اون طرف هم شوهر از اونور میومد، بله، همه اینها رو محدود میکرد، هی محدود و محدودتر میکرد. درست. یا اینکه خواهر حتی میومده به خواهرش میگفته، یا اینکه خیلی از مسائل ها رو هستش که اینجا خانواده ها دخالت های بی خود میکنن. درست. خیلی هم از حسادت این کارو میکنن جاکلین خانم. بله، اون خیلی ها هستن که دوست ندارن، بعضی از اینها که مخصوصا که میگن توی ایران میگفتن خواهر شوهر، خواهر شوهر همیشه فرقی نمیکنه، خواهر شوهر، زن برادر دیگه، مادر شوهر، مادر شوهر و مادر زن. مادر زن. خیلی ها از روی این که حسادت دارن و نمیخوان زندگی برادرشون یا زن برادرشون بهتر از خودشون باشه، یا بهتر خواهرشون، زندگی خواهرشون بهتر از خودشون باشه، اینها کارشکنی میکنن، کارشکنی میکنن که اون بیاد پایین، خودش همیشه بالا باشه، خودش همیشه بهترین باشه، همیشه در اول باشه، محبوبیت اول، زندگی بهتر، خونه بهتر، خانواده بهتر، از همه لحاظ دوست دارن اول باشه، که این یک نوع بیماریه که راجبش هم صحبت کردیم قبلا. درست. به خاطر این من دارم همیشه میگم اینها آدمهای مریض هستن، که آدمهای عقده‌ای، بله، یک آدم هایی که تو زندگیشون کمبود داشتن، تو بله، بچگی کمبود داشتن. بچه‌ها اینجور اشخاص میتونن خطر موفقیت دیگرون باشن. واقعا چنین چیزی نیست خانم دکتر، یعنی اگر واقعا یه چنین از حالا کار نداریم که ناخواسته و عقلشون نمیرسه راهنمایی نادرست میکنن، ولی اون اشخاصی که میدونن و از قصد راهنمایی میکنن که طرف رو به بنبست میرسونن، به بنبست زندگی روابط میرسونن، اینا اصلا آدم های خطرناکی هستن. دقیقا هم همینطور، و خیلی ها رو به بنبست زندگی رسوندن این درسته. آدم ها درسته. بعد از اینکه این کار انجام میدن میبینن که زندگی اون طرف به بنبست رسیده و ناراحتی به وجود اومده، اختلاف اومده، خودشون رو میکشن کنار. درسته. میگن ما دخالت نمیکنیم. درست. به ما مربوط نیست. آن وقتی که بعد کارشون تموم شد میگن ما دخالت نکردیم، ما دیگه دخالت نمی کنیم، یا به ما مربوطی نیست، خودتون میدونید به ما مربوطی نیست، یا به اطرافیانشون حتی میگن. اینا اصلا سم هستن برای زندگی. درسته. واقعا سم هستن. من خودم میگم شاهد خیلی چیزها بودم، خیلی ها هستن که جلسه میذارن اصلا با هم دیگه، خانوادگی، خواهر و برادر رو با هم جلسه میذارن که تو چی کار بکن با زنه، تو به زنه چی بگو، تو با اون یکی شوهره چی بگو، تو برنامه میچینن، نقشه میچینن، و کما از این که خبر ندارن که اگر اینها رو یادشون میدید میان توی خونه و با انجام این کارها باعث اختلاف میشه، باعث اختلاف زن و شوهر و بچه ها و خانواده میشه. شما میخواین کنترل و برادر یا خواهرتون تو زندگیتون داشته باشه، ولی برعکس این عذاب در میاد، برعکس، برای اینکه اون طرفی که داره زندگی میکنه به یک جایی میرسه که دیگه نمیتونه. درسته. دیگه نمیتونه. درسته. حالا فکر میکنن که خیلی عاقلن اینا، فکر میکنن خیلی کار درستی دارن میکنن، فکر میکنن حرکتشون درسته، و متاسفانه همیشه زندگی ها به خاطر اینها خراب میشه. درست. من همیشه من میگم که انسان باید توی زندگی خصوصیش که هست داره زندگی میکنه، هیچ وقت نباید زندگیشو برای دیگران تعریف بکنه، حتی خواهر و برادرتون هم تعریف نکنید. بله. هیچ وقت زندگی خصوصیتون برای خودتون هستش، برای خودتون نگه دارین. اگر اشکال برمیخورین با تراپی صحبت بکنین، با یک نفر غریبه صحبت بکنین، نه آشنا. همین خانم دکتر، یه مسئله که هست
هستن اشخاصی که دوست دارن درد و دل بکنن. بله. وقتی مشکلی دارن، ناراحتی دارن، چیزی اذیتشون میکنه، حالا چه از نظر روابطی که دارن با همسرشون، با دوست دختر یا دوست پسرشون یا فرزندانشون. بله. یا کارشون، بیزنسشون، اینا دوست دارن با یکی حرف بزنن. حالا نه اینکه به صورت اینکه بخوان برن پیش یه مشاور یا متخصص بگیرن و بخوان، اصلا دوست دارن درد و دل بکنن، نیمدن به صورت این که بخوان کمک بگیرن، فقط دوست دارن خالی بشن، صحبت کنن، درد و دل بکنن. خب در مقابل، اون طرف مقابل هم برای اینکه میخواد هم درد باشه، کمک باشه، حالا خدا کنی که آدم خوش جنسی باشه اون کسی که طرف اون شخص هستش و داره به درد و دل و گوش میده. ولی خب متاسفانه حالا اگر یا از نظر اطلاعات کم بدونه، نتونه راهنمایی درست بکنه، یا فقط یه شنونده خوبی نباشه و دست فقط این که طرف صحبتشو میکنه و راحت میشه و این فقط یه شنونده خوبی، دوست خوبی باشه فقط به عنوان یه شنونده، و اگر میخواد راهنمایی بکنه، راهنمایی بکنه که تو مثلا تو راهات چی هستش که بری با یه متخصص صحبت کنی. جکلین خانم، شکر مینه کلامتون. بله. اول از اینکه کسی که میخواد درد دل کنه، همه دوست دارن درد دل کنه. دقیقاً همین، اصلا همه به یه مرحله میرسن که دلشون میخواد با یکی صحبت بکنه. حتی شما اگر توی غریبه هم که ببینید، توی پارک هم که برید، وقتی پر هستی تا اینجا رسید، دوست دارید حرفتون رو به یکی بزنید. درست. چون یک حالت سبکی به آدم میده، خالی کردن خودشه. دقیقا. ولی باید اینجا متوجه باشیم که اگر میخواییم با کسی که آشنا هست صحبت کنیم، حواستون باشه با کی دارید حرف میزنید. دوست امروز ممکنه دشمن فردای شما باشه. واو. هیچ کس نمیدونه. درست. و وقتی که صحبت میکنید با کسی، طرفتون رو کاملا بشناسید با کی دارید درد دل میکنید. دوم از اون که اگر به شخصی که دارید باش درد دل میکنید مطمئن هستید و اطمینان کامل دارین، اون شخصی که داره با شما گوش میده به حرف شما فقط باید شنونده باشه. فقط باید شنونده باشه، هیچ راهنمایی نباید بکنه، حتی اگر تمام مسائل زندگی شما رو بدونه، همه رو از اول با شما بوده، بزرگ شده، همه چیز رو بدونه، ولی این اجازه رو نداره، این حق رو نداره که برای شما راهنمایی بکنه و نظر بکنه. چون برمیگردیم به همون حرفی که من زدم، میشه دوستی های خالی خرسی. بله. چون باز هم یک طرف قضاوت کردن میشه. دقیقاً. با طرف دوم رو نفهمیدین که موضوعش چی هستش، اون رو گوش ندادی که ببینه موضوع چی هستش. بله بله. پس ماها میتونیم شنونده باشیم برای کسی که میاد با مون صحبت میکنه. اگر کسی میاد حرف میزنه، میتونید شنونده باشید، گوش بدین به درد دلش، حرف بزنید، اما راهنمایی های بی جا نکنید، خواهش میکنم. خیلی ها هستن که میگن برای چی تو حالا موندی تو این زندگی، واسه چی به حرفش گوش دادی، نه چرا اینجوری کرده، آتیش به پا میکنن. بله. چرا که میتونه همون مسئله و مشکل با یه جمله شاید حل بشه، اصلا با یک جلسه تراپی حل بشه، اصلا با دو کلمه، با دو کلمه یه جمله میتونه حل بشه. مثلا همون حالت صحبتی که بکنن، وای من چقدر تو واقعا داره به سخت میگذره، یک کلمه نادرست بگن و این مسئله رو تازه برای اون شخص مهمتر بکنن، و شاید اون فقط اومده داره درد دل میکنه و تمام بشه بره، ولی وقتی که یک کلمه اشتباه بگن و اون مسئله رو در چشم اون شخص خیلی مهمش بکنن، شاید چیز مهمی هم اصلا نباشه. وای بیچاره تو، چه مهم باشه چه مهم نباشه ماها اجازه نداریم. یک انسان معمولی، دوست و فامیل، حتی چه آدم که به هم دیگه نزدیک باشین، اجازه ندارید که شما بهش بگین چی کار بکن چی کار نکن. درسته. شما ممکنه که، خب همه میگن چلو کباب خوبه، قوت داره، گوش بخور، قوت داره، پروتئین داره، ممکنه برای خیلی خوب باشه، ممکنه برای یکی مضر باشه. بله. سم باشه برای اون طرف. ممکنه شما یه آب پرتقال میخورین، ویتامین داره، میگید خوبه، برای 90% خوب باشه، برای اون 10% حالشو بدتر بکنه. دقیقا. بله.
پس ما بایستی اینجا نمیتونیم هر جوابی رو برای همه به همه بگیم یک جواب رو. بله. اگر کسی میاد پیش من مشکلی که داره، یک جواب رو نمیام به هم به این بدم، هم به اون طرف بعدی بدم، هم به اون یکی بدم. اینا همه فرق میکنه جواب ها نسبت به آدم ها، نسبت به موقعیت زندگیشون، نسبت به سنشون، نسبت به رفتارشون و خیلی چیزهای دیگه است که آدم باید در نظر بگیره. پس وقتی من میگم کسی که میاد پیشتون درد دل میکنه، فقط گوش بدین، چون که شما یک دوست هیچ وقت نمیتونه که جای شریک زندگی رو بگیره، هیچ وقت. یک دوست هم نمیتونه قشنگ کامل درک بکنه که توی چارچوب خونه اونها چی میگذره. حتی فامیل خودتون هم نمیتونه بفهمه. نزدیکترین شخصتون، پدرتون، مادرتون، خواهر و برادرتون اصلا نمیدونن توی محیط خونه شما چی میگذره، چه خبر هست، کی اینجا حق داره، کی نداره، کی مقصره، کی عصبانیه، کی بیگناهه. هر کسی میاد از جانب خودش صحبت میکنه، بدبختی خودشو، آی دارم اذیت میشم و اینا، از این حرفایی میزنه، دلسوزانه میزنه و اون طرف هم دلش به حالش میسوزه. خب اگر جایی هستن که ابیوز دارن میشن، خب باید برن کمک بگیرن، صحبت بکنن با هم دیگه. شما حق ندارین بهم بگین برای چی باید بری طلاقتو بگیر، واسه چی داری زندگی میکنی با این. شما این نمیتونید این حرف رو بزنید. شاید هزار تا چیز دیگه دور و برش باشه، مثبت دیگه باشه. همین کلاینتی رو من دو هفته پیش داشتم که راجب همین مسئله داشتیم صحبت میکردیم. بله. و میگفت من طلاق میخوام، خانومه میگفت من میخوام جدا بشم ازش. وقتی که من برای این مزایای مثبتی که این داره رو براش گذاشتم، ایشون از طلاق اصلا منصرف شد. بله. چون شما یه چیزی رو میتونید بد باشه توی شخصیت آدم، فقط اون بدیه رو نگاه نکنید، هزار تا چیز خوبی دیگه ممکنه اون طرف داشته باشه که میتونید با اون ارزش رو ارزش بد نگه دارین اون رو. درست. همیشه همه چیز که وقتی اتفاق میفته توی زندگی، راه چارش جدایی و طلاق نیست. درست. برین دنبالش بگردین که ببینین چطور میتونین موضوعتون رو حل کنین، به خصوص برای کسانی که سالهاست زندگی کردن با هم دیگه. بله. به حرف دیگران گوش ندین. دیگران چه شما جدا بشین چه زندگی بکنین، باور بکنین کسی دلش به حالتون نمیسوزه. یه آخ میگن، یه آی میگن، ای وای میگن، ای چی میگن، بعد تمام میشه میره. شما هستین که اینجا آیندتون نمیدونید چه خواهد شد، زندگی قبلیتون هدر رفته، چندین سال زندگیتون. به حرف دیگران گوش نکنین، مردم سوسه میدونن توی زندگی آدم. خواهرها برادراشون رو شیر میکنن که کنترل رو بگیرن، چه کار واسه چی به زنت همه چیز رو میگی، نظر زنت بفهمه. خواهر شوهرها رو منظورم اینه که بعدی دهش نده، پول بهش نده، بگو ندارم، نبرش این بر، نبرش اون طرف، بگو خودش بکنه، بگو همه رو بنداز سر اون و بگو خودتو اینجا بدبخت و بیچاره نشون بده. بعد کار زن و شوهر به اختلاف کشیده میشه و بعد خودشونو میکشن کنار. خواهرم همونطور میاد اون طرف خواهرشو پر بکنه از اون طرفی. برای چی تو بعد وایسی بسازی؟ برای چی تو بعد زندگی بکنی؟ بیا خودتو نجات بده، بیا نمیدونم فلان بکن. درست. برای که ولی شما بعد اول از این که باید قلبت مهربون داشته باشین. اینها کاملا بی انصافی و بی عدالتی بهتون بگم، عدالتیه که شما برمیگردین چه دوستتون چه خواهر و برادرتون رو پر میکنین و میفرستینشون خونه، بعد اینا به جنگ و دعوا بکنن، بعدش هم بیاین بگین که به ما چه و به من مربوط نیست و خودتون میدونید، خودتون مشکل خودتون حل کنید، خودتون مشکل دارین خودتون حل بکنید. من اتفاقا توی ماشین که داشتم همین کلاینت قبلیمو که داشتم نگاه باهاش صحبت کردم، توی ماشین داشتم میومدم گفتم واقعا داشتم به خودم میگفتم که چقدر انسان‌های بد وجود دارن، چقدر چطور میتونن اینقدر بد باشن، بد دل باشین. درسته خانم دکتر. سنگ دل باشین. دایدان. قلبتون بد باشه، ناپاک باشین، چطور آخه میتونین اینطوری باشین؟ مثلا کسانی که در نقش مادر و خواهر و یا برادر میان و این ازدواج ها را
به بنبست میرسونه. خیلی کار زشتیه. شما خودتون هم فرزند دارین، آیا دوست دارین سر بلا سر فرزند دختر خودتون هم بیاد همچین چیزی؟ واقعا دقیقا همینطوره، واقعا باید همین فکر بکنیم. کارتون واقعا... این کارتون اصلا جزء انسانیت نیست، مخصوصا اگر یه ازدواجی که بچه هم اونجا هستش، بچه این وال هستش، و اگر این ازدواج به بنبست بخوره، خب اولین صدمش به همون اول به اون بچه میرسه. 100% اصلا خانواده، خود خانواده وقتی کسی میاد اینطوری دخالت میکنه توی زندگی شما، بدونید خوبی شما رو نمیخواد، اصلا دشمن شماست که اینطوری اونو برادرش رو پر میکنه یا خواهرش رو پر میکنه. اینا دشمن هستن، اینا خواهر وقت بعد میان به ظاهر توی اجتماع، توی فامیل، توی مهمونی ها همچین احساس خوب با هم دیگه دارن و خواهر برادری میکنن و خواهر برادری و که توی اعلام میکنن شما... که ما دخالتی نداشتیم. دقیقا. به ما مردم اصلا نمیدونستیم. خواهر برادری که میان تو زندگی شما دخالت میکنن، اونا خواهر برادر اصلی نیستن. هوشیار باشین، شما هوشیار باشین، انقدر نگید خواهرم، برادرم، مادرم و بابام، این حرفا زندگیتون رو بچسبید. بله. ببینید چی برای زندگیتون و بچه فرزندانتون مهم هستش. درست. نمیتونه آدم زندگیشو ول بکنه بگه نه من باید حتما حرف اینو که گفته گوش کنم، حرف مادرمو که 30 سال پیش بهم زده نصیحت کرده باید همونو انجام بدم. الان ما تو 50 سال پیش و 40 سال پیش زندگی نمی کنیم. الان داریم جلو میریم و عقب نمیریم. نمیتونید شما رفتارهای گذشته، حرفایی که زمان قدیم پدر مادراتون بهتون یاد داده بودن و الان اجرا بکنید. اونا مضر بوده که شما بچه ها اینطوری بزرگ شدین. وقتی که شما بزرگ شدین، پدر مادری که دارید اذیت، فرزندانی که دارین اذیت میکنید، خودتون ازدواج کردین دارین اذیت میکنید، حرف چون حرف مادرتون یا پدرتون رو گوش دادین، شما همچین چیزی بار اومدید. چطور وقت میخواین خودتون همون حرف رو تکرار کنین رو فرزندانتون رو زندگیتون؟ خب این اشتباهه. یه کمی به عقل بیاین. انسان یه زمانی بایستی به یه نقطه میرسه که باید به خودش به عقل بیاد و بفهمه که اول زندگی خودش چی براش مهم بوده. آیا وقتی که بچه بوده، آیا در زمان نوجوانی، آیا جوانی، من که زیر دست پدر مادر و خواهر و برادرهایی با توی خانواده بزرگ شدم، آیا الان موفق هستم؟ آیا الان اخلاقم خوبه؟ آیا خانواده‌ام منو دوست دارن؟ آیا از من راضی هستن؟ آیا جوری که به منو بزرگ کردن برام مفید بوده؟ الان در آرامش کاملم، الان زندگی آرومی دارم. بعد اگر دیدین اوکی هستش، اون وقت همون روش رو بگیرین جلو ادامه بدین. اگر میدونید که بد تربیت شدید، توی خانواده‌ای بوده که بهتون فشار می آوردن، توی خانواده‌ای بودید که باید حتما اطاعت میکردید حرف مادر و پدر رو، شما در اشتباهید که بخواین همون روش رو توی خانواده خودتون انجام بدید. بله. بعض بچه‌های خودتون و بچه‌های خودتون و زن و بچه‌تون رو یا شوهر و بچه‌تون رو کنار بکشین، بزنین کنار و اول بگین آی خواهرم، آی برادرم، آی مادرم، آی اینا حرف اول. یعنی زندگیتون، اولویتتون اول پدر مادر و خواهر برادرتون. بله. بعد فرزند و همسرتون و فرزندتون. بله. وقتی آدم ازدواج میکنه، خودتون یه خانواده جدا هستین، اون اولویت رو اول بعد برای پدر، برای فرزندان، احترام پدر و مادر سر جاش. پدر مادر رو دوست دارین، خواهر برادرتون رو دوست دارین، رفت آمد دارین، احترامشون و اینا همه سر جاش، ولی نباید اینقدر عقلتون رو بدین دست اونا که اونا زندگیتون رو بچرخونن. این در واقع عقلتون رو بدین دست اونا نیست، کنترلتون رو میدین زندگی دستتون رو. طریقه زندگی کردن، طریقه چطور رفتار کردن با همسر و بچه رو میدین دست خانوادتون و اونا باید به شما بگن که چطور رفتار بکنید و چطور رفتار نکنید. اینی که من بهت میگم تو انجام بده، من چنیدم این رو خودم که میگن
تو یه نفر بود اصلا به تمام چند تا خواهر برادر بودن، یکی میشد رهبر، به همهشون میگفت چه کار بکنی چه کار نکنی. عجب. و جالب اینه که همه خانواده، همه خواهر برادرها گوش میدادن، دقیقاً همون گوش میدادن، همون روالو انجام میدادن، گوش میدادن از قافله عقب نیفتن. همشون هیچ کدامشونم با زندگیشون موفق نبود، همشونم اختلاف دارن. خب مسلمه، مشخصه. وقتی که من اینجا دارم میگم زندگیتون مال خودتونه، خودتون عاقل باشین، ببینید که چطور دارین رفتار میکنید و چطور جلو میرید و آرامش زندگیتون از کجا میاد، از فامیل نمیاد، از خود شما و از تو خونه و همسرتون هستش. دقیقا. من اصلا فکر میکنم در مرحله اول اگر کسی توی ازدواجش به بنبست میخوره و مقصرم خونه، یعنی اتفاقاتی که رفتاری که با همسرش داره و تو خونش داره که این ازدواج رو به بنبست میرسونه، مقصر اصلا خودشه. اطرافیانی که حالا هستن و نادرست هستن و راهنمایی های نادرست میکنن و به قول شما درس میدن، تو خودت باید واقعا اگر این زندگی که تشکیل دادی، این ازدواجی که داری رو، خانواده تو اگه واقعا دوست داری، نباید اصلا توجه بکنی و بخوای ببینی دیگرون چی به تو دارن دستور میدن که تو باید اینطور بکنی یا اونطور بکنی، مگه که فقط و فقط پیش یه مشاور درست بره، چون که ببینید متخصص بره که اون راهنمای درست بهش بکنه. دقیقاً. توی خانواده ها بعضی ها از بچگی بهشون گفته شده که همدیگر رو داشته باشیم، پشت همدیگر رو داشته باشیم و در زمان بعدی هم پشت همدیگر رو بازم داشته باشیم. بله. یعنی یه جوری رفتار بکنین، اول خودتون بعدن دیگران، اول خودتون. بله. یعنی هیچ دلسوزی و رحمی نباید داشته باشین برای دیگران. جلوی مردم بیرون خودتون رو خوب نشون بدین، توی خونه اذیت بکنین. اینا یه چیزاییه که بهشون یاد داده شده. الان ما اینجا خیلی ها رو داریم میبینیم زندگی های نمایشی دارن، خیلی ها هستن. بله. که بله. مجبوری زندگی نمایشی دارن. بله. خیلی ها هم هستن که واقعا هستن دیگه، تظاهر. بله. تظاهر. بله. تظاهر به زندگی کردن هستش دیگه. بله هستش. و به چه بهتره که آدم یه مقدار هوشیار بشه. هیچی بهتر از یک خانواده خوب نیست. آرامش، گوش ندین به حرف کسی، به حرف هیچ کسی گوش ندین. اگر کمک میخواین برین از یک نفر غریبه کمک بگیرین، نه آشنا. آشناها معمولا راهنمایی های اشتباه میکنن. باور بکنید همین آشنایی که شما اینقدر بهش وابسته هستین، اینقدر که شما براش اهمیت میدین، فردا روزی اگر شما یک موقع کمک بخواین ازش هم میکشه کنار. دقیقا. میگه من نیستم، به من مربوطی نیست. اونجایی که براش صرف نداره دیگه نیست. دقیقا. نیستم، من نیستم و نمیام و کمک نمی کنم و خودت میتونی، خواهش میکنم به من مشکلتو نگو اصلا. میگن به من هیچ ارتباطی نداره، برو خودت حل کن، پرابلم خودت به خودت دیگه ربط بداره. بله. همونایی که باعث اختلاف زندگی شما شدن میکشن کنار دیگه خودشون رو. وقتی کار تمام شد دیگه نیستن. دقیقا. برای اینکه من بارها و بارها گفتم این رو، آدم توی زندگی خودتون، زندگی خودتون رو همیشه خصوصی نگه دارید. درست. همیشه خصوصی با هیچ کسی تا اونجایی که میتونید درد دل نکنید. توی اتفاقا توی این فیسبوک یه نفر یه پستی گذاشته بود که با دیوار صحبت بکن اما با آشنا با دیوار درد دل بکن اما با آشنا درد دل نکن. منم والا پایینش یه کامنت گذاشتم، گفتم با سگت درد دل بکن، با کسی دیگه درد دل نکن. با دیگه حالا دقیقاً اون سگه باز یه هیجانی، یه گوش دادنی، یه دلسوزی، یه عاطفه ای داره حداقل. اون سگه در واقع، خانم دکتر خیلی حرف قشنگی زدین. شما گفتین که
اون کسی که شما باش درد و دل میکنین باید فقط همون یه شنونده خوبی باشه. بله. سگه یه شنونده خوبیه، نمیتونه جوابی بده به تو. بله. نمیتونه راهنمایی بکنه، ولی باهاتون همدرده. ولی عاطفه داره. درست. بی عاطفه نمیشه بعدن هم اگر اتفاقی افتاد. شما وقتی به یه سگ یه قضا میدین، این سگ دنبال شما میفته همیشه. این عاطفه شو به هم شما ثابت میکنه. دقیقا. برای همیشه با شما وفادار میمونه. دقیقا. اما اگه به انسان همچین کاری رو به انسان بکنید، کمک هم بکنید، باشم درد دل بکنید، به دهنش هم غذا بذارید، الان با تون خوبه، ولی ممکنه فردا دشمنتون بشه و همین دشمن هم ممکنه بره براتون هزارها پشت سرتون حرف بزنه. درست. بعدم بره بزنه براتون هزار کار بکنه. پس وقتی من اونجا میگم روی فیسبوک نوشتم، ایشون نوشت با دیوار صحبت بکن، ولی با کسی درد من نمیشم با سگ حرف بزن، با دیوار حرف. واقعا امتحان کنید. دوستان، در خدمت خانم دکتر سیما کیجی هستیم. ایشون دارای دکترای روانشناسی بالینی هستند، مشاور و راهنمای خانواده و فرزندان و مشاور اختلافات داخلی، دکترای مشاوره متافیزیک، هیپنوتراپیست بالینی، تراپی و برگشت به زندگی‌های قبلی، مشاور NLP و انرژی درمانی از راه چاکراه بدن هستند. خیلی خانم دکتر، این صحبت‌هایی که می‌کنین واقعا میشه گفت حیاتی هستش و واقعا میتونه چنج لایف باشه. یعنی یه کمی آدم به خودش مراجعه بکنه. بله. و راجبه این صحبت ها فکر بکنه که واقعا make sense، یعنی واقعا ارزشش رو داره که آدم توجه بکنه به این موضوعات، به این مسائل، و اگر واقعا واقعا دنبال حل مشکلی هستش، از راه درستش این کار رو انجام بده و ریسک نندازه روابطشو، زندگیشو، ازدواجشو و غیره. در بله، بله. در آخر خواستم اسم داشتین راجبه هیپنوتیزم و اینا صحبت میکردین. بله. خواستم برای بینندگان عزیزم بگم که در هر کجای دنیا که هستین، یک برنامه من درست کردم روی تلگرام. آموزش هیپنوتیزم هستش، از روی تلگرام میتونین که یاد بگیرین، به فارسی هستش و بعد از پایان این که یاد گرفتین این کلاس ها رو میتونین مدرک هیپنوتراپیستتون هم از امریکا بگیرین، دریافت بکنین. لازم نیست وارد جایی بشین، کلاس بشین، در ساعتش دست خودتون، از هر موقع خواستین میتونید بیاید روی لاین، روی آنلاین، روی کانال تلگرام و اونجا آموزش ببینید، به راحتی میتونید یاد بگیرید در هر کجایی که هستید. چه جالب. چی رو باید سرچ بکنه رو تلگرام؟ دنبال چی بگردم؟ آموزش هیپنوتراپی هستش، هیپنوتیزم و هیپنوتراپی از لس آنجلس امریکا. و با مدرک از امریکا. اگر کسانی که دوست دارن، چه در امریکا هستین، لس آنجلس هستین و یا خارج از امریکا هستین، روی کانال تلگرام میتونید به راحتی هیپنوتیز کردن رو یاد بگیرین و در پایان هم میتونید که مدرکتون رو بگیرید. چقدر جالب. دورش چه مدت؟ یعنی دوره به خصوصی دوره داره؟ به خصوصی زمان خصوصی نداره، زمان به خصوصی نداره. هر موقع وقت کردن میتونن برن بخونن، دوباره بخونن، سه باره بخونن. هی اگر دوست داشتن خودشون میتونن یک هفته، یک ماه تموم کنن. دوست داشتن که هر چند وقتی که فرصت داشتن میتونن برن دوباره سر کانال سرچ کنن و اینکه یاد بگیرن. بستگی به زمانیه که خود اشخاص. بله، اون آزاد هستش که اونجا گذاشته شده درس و اینا، و هر کی دوست داره خودش دیگه میخواد میتونه بره که یاد بگیره. و بعد در آخر امتحانی هست که اینا باید این در آخر یه امتحان، خب امتحان خیلی ساده هم هستش که میدن، همه مطالب به فارسی هستش و امتحان هم میدن که اگه دوست دارن هیپنوتراپیست بشن میتونن که یاد بگیرن این رو، هیپنو درمانی بکنید. چقدر عالی. بله. یه توضیحی بدیم این هیپنوتراپی در چه مسائلی میتونه کمک اشخاص باشه؟
همونطور که میدونید من الان 22 ساله که کار به غیر از کار روانشناسی، کار متافیزیک، کار هیپنوتراپی هم میکنم. بله. و هم در سراسر دنیا مسافرت های زیادی داشتم و تدریس میکنم. سمینارهای مختلف داشتین؟ بله. تدریس کردم، این رو یاد میدم، سمینارهای مختلفی داشتم. و چون که این کار هیپنوتیزم یک کاریه که با مغز انسان هستش و یک راه شورت ترم تراپی به اصطلاح راه کوتاه تراپی هست، میتونه خیلی از مسائل و مشکلات گذشته ما رو حل بکنه از طریق هیپنوتیزم، از جمله مسائلی که بر ما گذشته و نمیتونیم فراموش بکنیم، نمیتونیم ببخشیم، ازدواج هایی که داشتیم، تو رابطه هایی که بودیم، کمبود اعتماد به نفس، خجالتی بودن، سیگار کشیدن، وزن کم کردن و خیلی از مسائل دیگه. ترس، بله، ترس که خیلی چیز مهم، ترس از حیوانات، ترس از ارتفاع و عصبانیت، نفرت، احساس گناه داشتن، اینا خیلی چیزای مهمیه که از طریق هیپنوتیزم همه اینها رو میتونید که درمان بکنید و حل کنید. چه خوبه که یاد بگیرید خودتون رو خودتون انجام بدین و به دیگران هم کمک بکنید. میدونید که اگر کسانی که اینو یاد بگیرن میتونن خودشون برای خودشون کار بکنن و اینکه آفیس خودشون رو داشته باشن، هر چقدرم دیگه حالا بستگی به جایی که داری زندگی میکنید چارج بکنن. یعنی خانم دکتر، من اینو متوجه نشدم، اشخاص میتونن اگر این روش رو یاد بگیرن خودشون رو خودشون این کار هیپنوتیزم رو انجام بدن، یا فقط روی عدد نه پشت. خودشون هم میتونن یاد بگیرن انجام روی بدن. خودشون این کار رو انجام بدن، هیپنوتیزم کردن که من بهشون توی تلگرام یاد میدم، با صدای خودم هستش و متن کتاب، همه اینا رو میتونن یاد بگیرن به راحتی. آیا میشه اشخاص رو هیپنوتراپی کرد بدون اینکه اون اشخاص خودشون متوجه نباشن؟ متوجه باشن هیپنوتیزم بکنین یا هیپنوتراپی؟ چون دو تا چیز فرق میکنه. این دو تا چیز مختلف هستش، فرقشون رو لطف میکنین بگین. هیپنوتیزم، من شما رو هیپنوتیزم میکنم. تراپی اینه که از توی هیپنوتیزم که کردم بعد رو شما تراپی انجام میدم. حالا چه نوع تراپی، اون فرق میکنه. درسته. خب حالا رو کسی که شما بخواید هیپنوتیزمش بکنی میشه بدونی که خودش بدونه؟ میشه کرد، ولی من لازمه که بهتره که نگم اینجا. ندونه دیگه، اون یه تکنیک خیلی سرآمیز خودشو داره. اون کار متخصصین هستش. دقیقاً. که اگر اونم واجب بدونه. کسی احتمالا که اون سالهای سال تجربه داره. بله. با اون تریک و کلک خودش میتونه این کارو بکنه. بله. اما خب برای همه ما این کارو انجام نمیدیم. حالا بیننده بترسه. بله. بله عزیزان، خب اگر یه وقت شما سوالی دارین یا سوژه به خصوصی هست که دوست دارین خانم دکتر اینجا در برنامه که تقدیم شما میشه راجبش صحبت بکنن، راهنمایی های بکنن، حتما با شماره های زیر صفحه تلویزیون میتونین تماس بگیرین یا مستقیم با خود خانم دکتر صحبت بکنین و این درخواست رو بدین که چیزی که دوست دارین راجبش صحبت بشه، اطلاعات به شما داده بشه و در هر حال در خدمتون هستیم اینجا خانم دکتر. دیگه بلد. مورد دیگه چیز دیگه مریم جون، ما اگر بدونیم چقدر دیگه فرصت داریم ممنونت میشم. مریم جون اینجا کارگردان فنی برنامه ما هستن، زحمات بلد. زیادی میکشن گردنشه، پس وقت داریم الان. خب بهتر که این مقدار راجع به انسان‌های صحبت بکنیم که با نیت بد میرن جلو کاری رو انجام میدن برای دیگران، نیت خوب ندارن. بله. انسان‌هایی که قلبشون چرکین هست همیشه، انسان‌هایی که قلب پاکی ندارن، همیشه آدم‌ها رو نگاه میکنن به صورت آبجکت و یا اینکه به صورت دشمن و اینکه چشم دیدن دیگران رو ندارن. اینها کسانی هستن که مشکلاتی همیشه توی زندگیشون داشتن و طوری بزرگ شدن که احساس و اینکه دلرحم بودن، مهربونی،
مزهشو نچنیدن اصلا، نداشتن تو زندگیشون، یاد نگرفتن، کسی بهشون نداده و نمیدوننم اصلا یعنی چی. اینجور آدم ها معمولا بی عدالتی رو میذارن. خانم دکتر، این آدم ها، یک سوال دارم، آیا اینجور اشخاص درست برعکس با این که میگین ندیدن، ولی آیا اینجور اشخاص درست برعکس نقش اینجور کسان رو بازی نمی کنن که وای من خیلی تو رو درک می کنم، وای من خیلی دلسوز تو هستم، وای من درک، یعنی درد تو رو می فهمم؟ کسانی که شما میگین آدم هایی هستن که دروان. اون آدم ها، اون یک بحث جداشو بذارین پس راجع به اونم بعدا هفته دیگه صحبت کنیم. آدم های دو شخصیتی، دو شخصیتی و یا چند شخصیتی که متاسفانه زیاد هستن، خیلی زیاد داریم. بله، نمیتونی بفهمی این آدم واقعی یا یه، همیشه توی دوره دوستان و همیشه توی خانواده یکی از اینا پیدا میشه. 100% یکی از اینا، چون زیاد هستن اینجور اشخاص، درصدشون خیلی بالای پا که نقش چند چهره بازی میکنن. و بهتره که میگم جلسه دیگه انشالله راجبش صحبت میکنیم. ما توی فیلم ها زیاد ببینیم ظاهرشون چجوره و پشت سحنه اینجور آدم ها ضربه بزنن. از پشت چی هن اصلا اینجور آدم ها ضربه میزنن، اینا از پشت همچین بهتون میزنن که باور بعدن میفهمید چه بلایی سرتون اومد، کجا خوردی. اینا دشمن اصلیتون بودن، آدمایی که حالا خب داریم حرفشو میزنیم، بزنیم دیگه، الان داریم میگه بازو به صحبت میکنیم. نه ولی خب من نمیخواستم شرمنده، ببخشین. نه بذارین بگیم صحبت میکنیم. کسانی هستن که با یه وقتی شما رو میبینن با شما خوبن، بله، خوب احوال پرسی میکنن، حالتون رو میپرسن، انقدر مشتاقتون هستن، احساس صمیمیت بهتون میدن، ازتون تعریف میکنن، بلی. چقدر خوشگل هستی، چقدر خوبی، چقدر این فلان، چه آدم خوبی هستی. زبون بازی. بعد از اینجا میرن دو تا بلاک اون ورتا یکی دیگر رو ببینن، از شما بدگویی به اون میکنه، یعنی میاد بعدی شما رو به اون میگه. بله، بعد میگه این قبولش کن، اینو اصلا این فلانی پیسا، دو تا حرف هم روش میذاره به اون یکی میگه. درسته، یا اصلا هدف اینا ممکنه دو به همزن و دو شخصیت هستن. دشمن شما اصلا ممکنه که بلا فاصله از پیش شما میره، معذرت میخوام، منظورم من با شما نه میفهمم. درسته، دو تا دریوری هم پشت سرتون میگه، همونی که با خودش داره راه میره دو تا فوش هم میده. درسته، و بعد وقتی شما رو هر دفعه میبینه چیکار میکنه؟ باهاتون خوبه، احوال پرسی میکنه. خوبه، اینا آدمای آدمای دو شخصیتی مریض روانی و هدفی دارن. خانم دکتر، بعضی این اشخاص یه بنفیتی براشون داره که شما رو این حالت دوستی رو میخوان بندازن و اعتماد شما رو بگیرن و توجه شما رو بگیرن، میگم اون اعتماد شما رو در واقع بگیرن و براشون اینجا از یه هدفی از پشت دارن که یه بنفیتی از طرف شما براش داره. 100% براشون نفع داره. و یا اینی که نه فقط این که یا نفع براشون داره یا انقدر دشمن شما هستن که بعد از پشت سر میرن یا بدگوییتون رو میکنن، میرن براتون میزنن. درسته، اینا آدم هایی هستن که خیلی فراوان داریم ما اینجا. بیشتر ایرانی ها نگاه میکنیم، من اصلا دوروبر خودم هم دارم میگم نگاه میکنم، من خیلی دیدم از این آدم ها. درسته، هستن که چهره واقعی خودشون رو هیچ وقت نشون نمیدن، امکان نداره. یعنی شما با 10 نفر رو بذارین، این شخص با هر کدوم اینها یه جور دیگه برخورد میکنه و رفتار میکنه. خب پس خانم دکتر، چجوری آدم میتونه دوستاشو انتخاب بکنه؟ چطور میتونه رابطه هاشو انتخاب بکنه؟ چطور میتونه بفهمه این شخص یه آدم درستی هست؟ حالا چه از نظر این که تو بخوای یه رابطه دوستی باش داشته باشی، رابطه کاری باهاش داشته باشی، رابطه نزدیکتری باهاش داشته باشی؟ شما ببینید، میتونید دوست باشید، نه میتونید دوست داشته باشید در حد دوستی، ولی مسائل خصوصیتون رو این رو لازم نیست بهش بگین، مسائل کارهایی که میکنین انجام میدین رو لازم نیست اصلا توضیح بدین که چه کار کردین، این ساعت کجا بودین،
خیلی ها دوستان هستن که انتظار دارن شما بهشون بگین ساعت فلان کجا بودین، با کی بودی، چی کار میکردی، نهار بله، چی خوردی، بله، شب هستن. کجا بودی، مهمونی کی بودی، این چی کار کرد، اون چی دقیقا، کار کرد، همینا رو بله. آره همه رو دوست دارن بدونن، اطلاع بدن. شما میتونید دوست باشین در حد یک غذا خوردن با هم میرید بیرون، در حد یک مهمونی با هم میرید گپ میزنید، میگید، میخندید، ولی مسائل رو زیاد قاطی نمی کنید، مسائل خصوصی خودتون رو. در این اندازه همیشه باید یه باوندری بذارید، یه لیمیت بذارین، بذارین بله. که هر چیزی تا حد و حدود بیشتر از اون جلوتر نره. درسته. اینا رو باید داشته باشین بینه. شما نمیدونید، همون که من گفتم اول برنامه گفتم، دوست امروز دشمن فردای شما خواهد بود. بله. You never know که نمیدونید که چه زمانی ممکنه همون هفته بعدش بشه، ممکنه که چند سال بعدش بشه. بوده توی خانوادتون، خواهر و برادرها، حتی من اینجا دیدم خیلی ها رو با هم خوب بودن، صمیمی بودن، یک دفعه دشمن هم میشن، هیچ کس نمیدونه. درست. همسایتون، دوستتون، دوستانتون، فامیلتون، خیلی ها مسائل رو همیشه باشین با همه صحبت بکنید، اجتماعی باشین، همه جا برین، دوست داشته باشین، ولی در حد محدودیت فقط بدونین تا چه اندازه دوستی باید باشه. دوستی اون نیستش که حتما شما باید همه چیز زندگیتون رو برای اون طرف تعریف بکنین و یا اون از شما میپرسه همه چیز اطلاعات رو بدین، اینطوری نیست. خانم دکتر، آیا این اشتباهی که آدم نتونه به همه اطمینان بکنه، این اشتباهه؟ یعنی آیا این اینی که شما مراعات میکنی خصوصیات زندگی خودتو و مراعات میکنی روابطتو با اطرافیانت، یعنی حد و حدود براش میذاری، نخوای به قول شما همه چی رو تعریف بکنی، همه چیزتو بدونن، و خب ملاحظه کار هستی، تو همه چیزی اعتماد نمی کنی 100%. آیا این چیز بدیه؟ چون بوده که میگن تو اصلا به هیچ کس اطمینان نمی کنی، آیا این چیز بدیه؟ نه، در حد اندازه‌ای اوکی هستش، چون اون شخصی که اطمینان نمی کنه معمولا ضربه خورده که دیگه اطمینان نمی کنه. درسته. همچین شخصی میتونه اطمینان به یک نفری که برفرض شما میرین با یه استرنجر یه امریکایی صحبت میکنین، اگه من خودم باشم من به اون امریکایی اطمینان بیشتر شایدی بکنم 100% تا به اینکه مثلا یکی از میشناسم که باهاش حرفم میزنم، بیرونم میرم، همه کار دوستم هستیم با هم. درسته. دیگه تا به اون بگم. درسته. این نمیشه که من اطمینان به کسی نکنم. من اطمینان میکنم به آدم درستش، اطمینان به آدم درستش، به آدم درستش اطمینان میکنم. بله. خب اشاره میکنن که به اتمام برنامه رسیدیم. خانم دکتر بازم ممنونم از فرصتی که به ما دادین و اطلاعات خوبی رو که اینجا با ما شریک شدین، به ما یاد دادین. ایشاله که در برنامه‌های آینده باز هم بیشتر از اینا در خدمت شما باشیم. میدونم که خیلی سخته رسیدن برنامه‌تون رو جور کردن که باشین اینجا در خدمتتون باشیم. بازم ممنونم. مرسی. بینندگان عزیزم، امیدوارم که لذت برده باشین از این برنامه و با سپاس تا برنامه آینده. خدا نگهدار. خدا نگهدار.